سرخط خبرها و مهمترین ها. امریکا گزارش بازگشایی قنصلگری ایالات متحده در کابل را رد کرد. اشرف غنی: استخراج معدن توسط طالبان مشروعیت ندارد و معلوم نیست عایدات آن کجا می رود. و طالبان به چین اجازه اشغال ولایات شمالی و مرکزی افغانستان را دادند. مشروع خبرها. سفارت امریکا برای افغانستان در دوحه گزارش‌ها درباره بازگشایی قنصلگری خود در افغانستان را تکذیب کرد. یک سخنگوی سفارت امریکا به افغانستان انترنشنال گفت موضع امریکا در قبال افغانستان تغییر نکرده و هیچ برنامه برای بازگشت به فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل در کوتاه مدت وجود ندارد. پیش از این بخش انگلیسی صدای امریکا گزارش داده بود که ایالات متحده امریکا محتاطانه و بدون به رسمیت شناختن طالبان در حال بررسی امکان بازگشایی قنصلگری خود در افغانستان تحت کنترل این گروه است. این شبکه نوشت که این موضوع در یک سند راهبردی جدید وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است. در گزارش آمده که این اقدام نماینده تغییر بالقوه سیاست آمریکا برای تقابل با طالبان در جهت دستیابی به اهداف متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. با این حال سفارت امریکا در دوحه به افغانستان انترنشنال گو باید روشن باشد که تغییر در سیاست ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان تحت کنترل طالبان رونما نشده است. طالبان در مورد گزارش ها چیزی نمیگوید. اشرف غنی: استخراج معدن توسط طالبان مشروعیت ندارد و معلوم نیست عایدات آن کجا می رود. اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید استخراج معدن که توسط طالبان پنهانی به قرارداد سپرده می شود مشروعیت بین المللی ندارد. آقای غنی گفته معلوم نیست طالبان این معدن را برای چه مدت به قرارداد می دهند و عواید آن در کجا مصرف می شود. آقای غنی در یک پادکست صوتی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفت مشخص نه دارایی های افغانستان بر اساس چی اصول به دست می آید و عواید آن چه فروخته می شود کجا می رود. طالبان ادعا کردند که استخراج معدن را از راه های داوطلبی به اعلام می سپارد. با این حال سازوکار برای ایجاد شفافیت در مورد روند سپردن این معدن به شرکت ها وجود ندارد. همچنین به دلیل محدودیت در برابر دسترسی به اطلاعات اندک در مورد میزان درآمد معدن و مصرف این درآمدها وجود دارد. اشرف غنی گفت اقتصاد جرمی افغانستان ارتباط بسیار نزدیک با شبکه جرمی جهان دارد. به گفته آخرین گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که صادرات دو نوع مواد مخدر یعنی هیروئین و افتامین از افغانستان به کشورهای مختلف جهان رشد کرده است. رئیس جمهور افغانستان در مورد قرارداد استخراج معدن گفت معلوم نیست که طالبان در چه شرایط معدن افغانستان را به حراج می‌گذارند و معدن برخلاف قانون در روز روشن معامله می‌شود که این قراردادها مشروعیت بین المللی ندارد. وای سرمایه معدن متعلق به همه مردم افغانستان است اما از آنها مطابق قانون و به طور شفاف استفاده نمی شود و همه چیز در پشت صحنه اتفاق می افتد گفتگو کرده است. چین از پذیرش سفیر طالبان دفاع کرد. افغانستان نباید از جامعه بین المللی حذف شود. پذیرفتن اعتبارنامه سفیر طالبان در چین با واکنش های گسترده مواجه شد. پس از واکنش جهانی گسترده به اقدام چین در پذیرش سفیر طالبان، وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که این یک ترتیب دیپلماتیک عادی است و افغانستان نباید از جامعه بین المللی کنار گذاشته شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتبارنامه مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر رژیم طالبان در پکن را پذیرفت. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه رژیم طالبان در ادلایه گفت که سفیر این گروه در پکن همراه با سفرای 41 کشور دیگر در مراسمی که در تالار بزرگ مردم در پکن برگزار شد اعتبارنامه هایشان را به شی جینگ پینگ تقدیم کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین در دفاع از این اقدام کشورش تاکید کرد سیاست چین در قبال افغانستان همیشه روشن بوده. چین به عنوان یک همسایه و دوست دیرین افغانستان همواره سیاست خارجی دوستانه در قبال اما مردم افغانستان دنبال کرده و روابط دیپلماتیک و تعامل با افغانستان در زمینه‌های مختلف را حفظ کرده است. وانگ ونبین با دی خواندن این توافق دیپلماتیک تاکید کرد که امیدوار است جامعه بین‌المللی بتواند تماس و تعامل با دولت موقت افغانستان را تقویت و آن را تشویق کند به نگرانی‌های بین‌المللی فعالانه پاسخ دهد. با گفته جامعه جهانی باید در کنار افغانستان از بازسازی و توسعه و مبارزه با تروریسم در این کشور حمایت کند و به صلح و رفاه در منطقه یاری کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین تصدیق کرد آنچه می خواهم بگویم این است که چین همیشه بر این باور است که افغانستان نباید در جامعه بین‌المللی کنار گذاشته شود. در این حال ما امیدواریم که طرف افغان هم به انتظارات جامعه بین‌المللی بیشتر پاسخ دهد و یک سیاست باز و فراگیر ایجاد کند. پذیرفتن سفیر طالبان از سوی رئیس جمهور چین با واکنش‌های گسترده مواجه شد. در کنار سیاستمداران و فعالان مدنی افغانستان، شمار از کشورها جمله ایالات متحده نیز به آن واکنش نشان داد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چین خواست در مورد چگونگی ارتباط با رژیم طالبان شفافسازی کند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان متشکل از چهره‌ها و احزاب سیاسی افغانستان و شمار از مقام‌های حکومت پیشین این کشور در واکنش به این عملکرد چین آن را رویکرد غیر دیپلماتیک، تعامل خوشباورانه و نفی اصول دولتداری قانونمند خواند. این شورا با آجار درباره پیامدهای این اقدام چین تاکید کرد. کشور چین در همسایگی افغانستان در حال به این اقدام دیپلماتیک نامتعارف متوجه شد، چون سرنوشت افغانستان و مردم آن در گرو تساهلات جابرانه یک گروه خودکامه جنایتکار و حامی تروریسم از هر گونه همکاری به ویژه پذیرش نمایندگان آنها در سطح تعامل دیپلماتیک امر غیر معمول خلاف اصول و در عین حال کمک به یک گروه تروریستی و جسارت بخشیدن به ترویج صدور تروریسم است که آسیب آن تنها به افغانستان محدود نمیماند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد خواست در فقدان نظام حاکمیت مشروع در افغانستان و تا تشکیل یک دولت مشروعی که از مجرای قانون شکل گیرد، از پذیرش نمایندگان گروه طالبان در سطوح مختلف و به ویژه بخش دیپلماتیک خودداری کنند. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیز پذیرش سفیر طالبان از سوی چین را گام نگران کننده و سوی مشروعیت بخشیدن به گروه تروریستی خواند. علی میثم نظری مسئول رابط خارجی جبهه مقاومت ملی با اشتباه فاش خواندن این اقدام چین تاکید کرد این اقدام عمیقا نگران کننده چین، نشان دهنده بی‌توجهی این کشور به اصل حسن همجوری با افغانستان است. مشروعیت واقعی تنها از طریق اراده و انتخاب مردم افغانستان به دست می آید. چین پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 روابط نزدیک با این گروه برقرار کرد و از نخستین کشورهایی بود که به افغانستان تحت کنترل طالبان سفیر فرستاد. حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه و عراق. این حملات مدت کوتاهی پس از تجدید درگیری اسرائیل و فلسطین آغاز شد، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا ارتباط وجود دارد یا خیر. دادنمایی جدید سپوتنیک همه چیزهایی را که تا اکنون در مورد این حملات می‌دانیم فاش می‌کند. پایگاه نظامی آمریکا در سوریه و عراق از اکتبر سال 2023 اکثر اوقات مورد حملات قرار می‌گیرد. پوتین از برتری جدیدترین تسلیحات روسیه توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه: جدیدترین تسلیحات روسیه آشکارا برتر از سلاح‌های ناتو است. به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت جدیدترین تسلیحات روسیه به اوزو برتر از تسلیحات ناتو هستند. پوتین میگوید البته اگر تسلیحات مدرن ناتو و تسلیحات دوره آخر زمان شوروی را مقایسه کنیم از جهات پستر هستند، اتفاقا نمیشه، اما اگر جدیدترین تسلیحات خود را بگیریم به اوزو از همه برتری دارند. پوتین روز جمعه در نشست با شرکت کنندگان در مجمع همه چیز برای پیروزی گفت این یک واقعیت آشکار است. وی تصریح کرد که ما در مورد تکنولوژی پهپادی، ماشین‌های زردار و همه تسلیحاتی که در میدان جنگ استفاده می‌شود صحبت می‌کنیم. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.